درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهخانپور هستم در این چهارشنبه 24 فروردین 13 آوریل. راکتورهای آسیب دیده نیروگاه شماره 1 فوکوشیما در وضعیت ایستایی قرار دارند، اما با توجه به بداهه‌کاری‌ها در سیستم خنک کننده از وضعیت باثباتی برخوردار نیستند. سخنان رئیس کمیسیون مقررات هسته‌ای آمریکا در برابر مجلس سنا. تشعشعات رادیواکتیو ناشی از نشت هسته‌ای در نیروگاه فوکوشیما تهدید آنی برای مردم چین نیست. موضع آژانس ایمنی هسته‌ای چین پس از مقایسه فوکوشیما با چرنوبیل. و مشاور احمدی نژاد میگوید ایران در مراحل پایانی تولید میله‌های سوخت هسته‌ای برای راکتور تحقیقاتی تهران قرار دارد و مصمم است غنی‌سازی 20% اورانیوم را برای 4 تا 5 راکتوری که قصد ساخت آنها را طی چند سال دیگر دارد ادامه دهد. تایوان امروز اعلام کرد تصمیم به ارتقای طراحی ضد زلزله نیروگاه‌های هسته‌ای‌اش گرفته است. سوئیس هم پیشتر اعلام کرده بود برنامه ساخت راکتور جدید هسته‌ای‌اش را متوقف می‌کند. فاجعه اتمی در ژاپن بحث درباره وقلایی بودن استفاده از راکتور هسته‌ای برای تولید برق را به گفتمان روز جهان بدل کرده است. جهان داشت کم کم خاطره انفجار اتمی در راکتور چرنوبیل در اوکراین در سال 1986 و تری مایل آیلند در پنسیلوانیای آمریکا در سال 1979 را از یاد می‌برد که زنگ بیدارباش را فوکوشیما به صدا درآورد. اگر تأسیسات هسته‌ای ژاپن با پیشرفته‌ترین امکانات در مقابل بلایای طبیعی آسیب پذیرند، آیا ایران از چنین امری مسئول است؟ چرا نیروگاه فوکوشیما به رغم قرار داشتن در هشدار سطح 7 با چرنوبیل قابل مقایسه نیست؟ ژاپن چقدر در ایمنی هسته‌ای و تدابیرش شفاف عمل کرده است؟ مقایسه میان فوکوشیما یا چرنوبیل با نیروگاه بوشهر تا چه حد ارزش علمی دارد و ایران از فوکوشیما چه درسی میتواند بگیرد؟ اینها پرسش‌های امشب افق. به فیسبوک افق برید و در این بحث شرکت کنید. افق بهترین پاسخ به پرسش برنامه رو انتخاب و بر روی تخته سیاه منعکس می‌کند تا همه بهترین پاسخ رو ببینند. سیاوش سعادتیان نگاهی فشرده دارد به تأثیر بحران اتمی در ژاپن بر گفتمان ایمنی هسته‌ای هول و هوش راکتور بوشهر. اعلام حالت فوق‌العاده، وقوع انفجار در یکی از نیروگاه‌های هسته‌ای ژاپن بر اثر وقوع زلزله و سونامی در این کشور. صدور دستور توقف فروش کلیه مواد غذایی تولید شده در فوکوشیما در اطراف نیروگاه آسیب دیده هسته‌ای. افزایش شدید سطح مواد رادیواکتیو در آب‌های نزدیک به نیروگاه فوکوشیما ژاپن. محمود احمدی نژاد، نیروگاه فوکوشیما متعلق به 50 سال پیش است. همه استانداردهای جهانی در نیروگاه بوشهر رعایت شده. محمود احمدی نژاد در واکنش به احتمال وقوع فاجعه ژاپن در ایران: ایران سونامی خیز نیست و نیروگاه بوشهر ضد زلزله است. اعلام برابری سطح هشدار در نیروگاه فوکوشیما ژاپن با حادثه چرنوبیل. علی اصغر سلطانیه، برای استانداردهای ایمنی نیروگاه بوشهر زمان و پول زیادی صرف شده. مهمانان برنامه امشب آقای دکتر محمد سهیمی، استاد مهندسی شیمی و مواد و مدیر گروه مهندسی نفت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، عضو اتحادیه ای از دانشمندان که در جهت آگاهی افکار عمومی نسبت به خطرات تولید و گسترش جنگ افزار هسته‌ای فعالیت میکنن. ایشون از بربنک در
کالیفرنیا با ما و شما هستند و آقای دکتر مهران مصطفوی استاد دانشگاه پاریس رئیس واحد تحقیقاتی فیزیک شیمی در مرکز مطالعات علمی فرانسه CNRS متخصص اثر شیمیایی تشعشعات هسته‌ای که در انفجار در فوکوشیما برای شرکت در یک کنفرانس ایمنی هسته‌ایشون در توکیو بودن، یعنی دقیقاً در همون روزهایی که زلزله رخ داد و اون انفجار رو در فوکوشیما دیدیمشون در ژاپن بودن. به هر دوی شما درود میگیم، به افق خوش اومدید. آقای سهیمی، شما مقاله مفصلی نوشته بودید در ارتباط با همین موضوع برنامه امروز ما. پرسش اول شاید این باشه که چرا نیروگاه فوکوشیما رو به رغم قرار داشتن در این سطح هشدار 7 با نیروگاه چرنوبیل یکی نمیدونن شرایطش رو؟ ببینید، به دلیل این که اول اجازه بدید خدمت شما و هموطنان عزیز سلام عرض کنم. دلیلش اینه که در چرنوبیل اون به اصطلاح مغزه راکتور یا کل راکتور به طور کلی آب شده بود، ذوب شده بود و از بین رفته بود. در راکتورهای توکیو چنین اتفاقی دست کم به طور کامل نیفتاده. دلیلی که دولت ژاپن راکتور ژاپن رو در سطح بد بودن به سطح چرنوبیل رسونده، مقدار تشعشعاتیه که این راکتورها در عرض دو سه هفته گذشته از خودشون نشت کردن. یعنی مهمترین دلیلش تشعشعات اونهاست، ولی ولی اوضاع در اون راکتورها هنوز به بدی چرنوبیل نیست. ولی خب این به حال یک قدم احتیاطی هست برای اینکه اون وقت بتونن از این موضوع استفاده کنن و تخلیه مردم رو در سطح وسیع‌تری انجام بدن. آقای دکتر مصطفی، نظر شما رو در این ارتباط بشنویم و توضیح هم بفرمایید که شما اون زمانی که در ژاپن بودید مشاهداتتون از اون وضعیت با شرایطی که بعد اومدید بیرون در واقع از فرانسه و از اروپا نگاه می‌کردید، چقدر ژاپن تدابیر ایمنی رو دقیق دنبال کرد، چقدر شفاف عمل کرد در این زمینه؟ سلام دارم خدمت هموطنان عزیز. حالا من که در ژاپن بودم در روزی که زلزله به وقوع پیوست، در مرکز اتمی توکایمورا بودم. زلزله بسیار شدیدی بود، طولانی، و تمام دوستان ژاپنی متاثر شده بودند از این زلزله. خرابی‌های زیادی به بار نیاورد. اکثر خرابی‌هایی که به بار اومد در واقع مربوط به سونامی بود که نتیجه همون زلزله هستش. در اونجا موارد ایمنی رو رعایت کرده بودن، ولی اون واقعیت اینه که برای فوکوشیما هرگز در محاسباتی که کرده بودن گمان نمی کردن که موجهایی با طول 12 متر به اونجا برسه. حد اکثر موجهایی که در نظر گرفته بودن در فوکوشیما 6 متر بود و بخاطر این موج شکنهایی که درست کرده بودن جلوی موجهایی میتونست بگیره که تا 6 متر ارتفاع داشته باشند، و این یک خطای بزرگ محاسباتی است که در فوکوشیما انجام شده و این سونامی بود که باعث شد این مسئله هسته‌ای به وجود بیاد در اونجا. و البته در رابطه با این که می‌فرمایید با چرنوبیل ربطی به هم ندارن، برای که در چرنوبیل انفجار هسته‌ای پیش اومد، در فوکوشیما انفجار هسته‌ای پیش نیومده، حداقل تا این لحظه‌ای که ما با هم حرف می‌زنیم و هر روزم که ازش می‌گذره احتمال اون بسیار کم میشه. و اینکه این رو به درجه 7 رسوندن الان، علتش این است که مسئولان ژاپنی اونطور که باید و شاید اطلاعات رسانی نکردن در این باره، و این از همون روزهای اول باید به درجه 7 میرسید، ولی چون واقعیت‌ها گفته شده و هر روز بیشتر گفته میشه درباره این مسئله، الان دیگه به این نتیجه رسیدن که نمیتونن مخفی بکنن همه مسائل رو و درجه میزان رادیواکتیویته انقدر بالاست در اونجا که این رو به درجه 7 اعلامش کردن مانند چرنوبیل. البته هنوز 1/10 رادیواکتیویته چرنوبیل رو بیشتر نداره و بالاخره این که انفجار هسته‌ای رو نداده و اون توده های ابری که چرنوبیل به وجود آورد که سطح کره زمین رو بعد از یک مدتی پوشوند و حتی کشوری مثل فرانسه هم رادیواکتیویته چرنوبیل بهش رسید، این موضوع در مورد فوکوشیما به وجود نیامده و بیشتر یک مسئله محلی هستش و در اطراف فوکوشیما، در حول 30 کیلومتری فوکوشیما هستش که آلودگی پیش اومده. بله. به هر حال ژاپن اصلا آمادگی برخورد با یک همچین سونامی رو نداشت و کاملا محسوس بود. چند روز برق نبود، کلیه قطارها، کلیه هایوی ها، اتوبان ها همه متوقف شده بودند و زندگی خیلی به سختی پیش می رفت. حتی اینترنت و تلفن هم ما در همون دو روز اول در اون محل نداشتیم و مغازه ها همه بسته بودند، غذا نبود،
24 ساعت اول برای که هیچ دسترسی به مغازه ها وجود نداشت، بنزین نبود و یک مقدار حالت فلجی پیش اومده بود که الان اون مسائل به تدریج داره حل میشه، به غیر از نزدیک فوکوشیما که چون در اونجا تسونامی آسیب های بسیار مهمی رسونده و مجبور شدن تعداد زیادی از مردم رو از اونجا به محل های دیگه انتقال بدن. به هر حال بین این دوتا یعنی چرنوبیل و فوکوشیما اختلاف به خیلی خیلی زیادی هستش. خب آقای دکتر صمیمی، نکات مهمی رو آقای مصطفی بهش اشاره کردن. اگه موافق باشید میخوام بخشی از صحبت های آقای احمدی نژاد رو با هم ببینیم و بعد من پرسشی رو در این ارتباط با شما در میون میگذارم. در همین ماجرای ژاپن ما متاسفیم که این اتفاق افتاد. البته من فکر میکنم اطلاعات درستی نداده آژانس به ملت ها. اخیراً پاکستان اعلام کرده که آبهاش آلوده شده، کره جنوبی اعلام کرده، چین اعلام کرده. معلومه که ابعاد مسئله خیلی گسترده تر از اون چیزیست که اعلام شد. حالا ما کاری نداریم، ما متاسفیم این اتفاق در ژاپن افتاد. انشاءالله موفق بشن مهار کنند، چون نه فقط مردم ژاپن، که اگر فقط اون هم بود مهم بود برای ما، بلکه همه بشریت در خطره. اما چجور همطوری سر خوردن؟ اگر یک هزارم این اتفاق در یک کشور مخالف آمریکا می افتاد چی می شود؟ اعضای عمومی در همه کرات اینقدر سر صدا می کردن. این نیروگاه بوشهر ما هنوز را نیفتاده، هزار تا دارن تحریک میکنن، نغمه سرایی میکنن. آیه دکتر صمیمی شنیدی صحبت های احمدی نژاد رو. نکته این هست که آمریکا تا اونجا که من خاطرم هست سال 1990 این کمیسیون مقررات هستی آمریکا ظاهرا هشدار داده بوده به ژاپن در مورد همین نیروگاه فوکوشیما و پیش بینی کرده بودن ظاهرا ممکنه چون این اتفاق رخ بده و این خنک کننده از کار بیفته. اساسا آژانس به نظر شما چقدر شفاف عمل کرده؟ این صحبت های احمدی نژاد چقدر قابل اعتناست؟ ببینید، اولا شرکت توکیو الکتریک پاور کمپانی که به اصطلاح گرداننده این راکتور ها هستن سابقه خوبی ندارن. این در عرض سالهای گذشته این کمپانی بارها و بارها متهم شده که بسیاری از حقایق رو از مردم پنهان نگه داشته. ثانیا همونطور که آقای دکتر مصطفی هم اشاره کردن، خود دولت ژاپن هم در این مورد کاملا شفاف عمل نکرد، یعنی شدت و حدت جریان رو کاملا به اطلاع مردم نرسوند. بنابراین در اینکه لااقل در اوائل کار شدت و وخامت اوضاع برای مردم کاملا توضیح داده نشد شکی نیست. در خود همین آمریکا هم یک مقاله بسیار مفصل در روزنامه نیویورک تایمز بود که در اون گفته شده بود که متخصصین آمریکایی معتقدن که تمام حقایق گفته نشده. در این مورد به نظر من شکی نیست. ولی خب آقای احمدی نژاد به همه چیز به طور سیاسی نگاه میکنه و میخواد از این لحاظ هم بهره برداری سیاسی انجام بده. مثلا ایشون گفتن که پاکستان گفتن آبهاشون آلوده شده، من چنین خبری رو تا به حال ندیدم. یا گفتن که چین اینطور گفتن، در صورتی که خبرنگار خود شما گفتش که چین میگه که فعلا برای چین هیچ گونه خطری به وجود نمیاد. البته این واقعیته که یک تصادف هسته‌ای یا یک واقعه هسته‌ای در هر جایی، یک واقعه هسته‌ای در همه جا هست. یعنی اگر این واقعه هسته‌ای به اندازه کافی قوی باشه، فرض کنیم مثل چرنوبیل هم که آقای دکتر مصطفی گفتن در فرانسه یا در فلان اثرش مشاهده شد، در این مورد شکی نیست. ولی اگر بخوام این رو بزرگتر از اون چیزی که هست رو جلوه بدیم، خب این هم باز عواقب خودشو داره. در مورد راکتور بوشهر بحث بسیار زیاده. راکتور بوشهر، خب روسیه قرار بود که این راکتور رو که آلمانی‌ها در سال‌های 1970 شروع کردن خاتمه بدن، ظاهرا از آخرین تکنولوژی خودشون هم استفاده کردن. ولی اشکال راکتور بوشهر در این نیست که آخرین تکنولوژی روسیه در اون استفاده نشده. اشکال راکتور اینه که این در واقع راکتور یک راکتور هایبرید یا دوگانه است. یعنی برای اینکه قیمت تموم شدن راکتور رو تموم کنن، شرکت روسی سعی کردن که از قطعاتی که آلمانی ها در سالهای 70 در ایران گذاشته بودن تا جایی که ممکنه استفاده کنن. به همین دلیل این در واقع یک مخلوطی از تکنولوژی روسیه و تکنولوژی قدیم آلمانی خواهد بود. همین چند وقت پیش اعلام شد که سوخت رو از راکتور بیرون آورده بودن تا اینکه راکتور رو تعمیر کنن. علت این بیرون آوردن سوخت بود که یک سری از این لوله ها، پایپلاین ها که در راکتور استفاده شده بود، قطعاتی بود که آلمانی ها در سالهای دهه 70 استفاده کرده بودن و این قطعات در طول سالها خوردگی درشون ایجاد شده بود،
کهنه شده بودن و احتیاج به تعمیر داشتن. خب این یه نمونه از همین به اصطلاح ماهیت دوگانه راکتور بوشهر است و بنابراین از این لحاظ هنوز واقعا نمیشه مطمئن بود که آیا راکتور کاملا ایمن هست یا نه. این مسئله دوگانگی ساخت راکتور همیشه یک مسئله بوده که کارشناسایی که به این مسئله به صورت منصفانه و بی‌طرفانه نگاه کردن راجبش صحبت کردن. بله. و بنابراین صحبت آقای احمدی نژاد در این مورد در این مرحله نمیشه گفت ساختمان و بنیان علمی خیلی قوی داره، این رو آینده نشون خواهد داد. آقای دکتر مصطفی، مقالاتی در این روزها در سایت های داخلی دولتی نوشته میشه، فارس و رجانیوز مطالبی نوشتن، صحبت از این کردن که چرنوبیل بوشهر نیست، بوشهر فوکوشیما نیست و این شبیه سازی های سیاسی بیشتر. شما فکر میکنید چقدر، اونطور که آقای دکتر صمیمی هم گفتن، چقدر مقایسه این نیروگاه ها با هم ارزش علمی داره؟ خدمت رو عرض کنم که همینطور که آقای دکتر صمیمی گفتن، اشکال یکی از اشکالات نیروگاه بوشهر در این است که یک حالت پروتوتیپ داره، یعنی نمونه دیگه ای ازش نیست، از دو تکنولوژی روسی و آلمانی ساخته شده و در نیروگاه مثلا چرنوبیل یا نیروگاه ژاپن نمونه های بسیار دیگه از اونها بود، تجربه های مختلف دربارشان بود و خطراتی که وجود داره اینها چک میشه و میبینن که کم و زیادهاش چیه و در عرض در تجربه های مختلف میتونن تصحیح کنن، ولی این کار رو با نیروگاه بوشهر نمیتونن بکنن. و همین که این نیروگاه به جای اینکه سال 2000 به برق ایران وصل بشه، الان که ما 2011 هستیم هنوز متصل نشده بغیر از مسائل سیاسی که داشته، نشون میده که از کیفیت مدیریت بالا برخوردار نیست. و از دید من خطری که بیشتر در مورد نیروگاه های هسته‌ای وجود داره مثل خطرات طبیعی نیستش، مثل زلزله و یا سیل و یا غیره که ممکنه بیاد یا ممکنه نیاد. اون خطر اصلی اشتباهات انسانی است، خطاهای انسانی است. و اون چیزی که من میبینم، اون چیزی که در ایران میگذره، سیاستی که حکومت ایران داره و سطح بسیار پایین کیفیت مدیرهای که اونجا رو تحت مدیریت خودشون دارن، بسیار نگرانیه. و از دید من نیروگاه بوشهر که تا به امروز یک فاجعه و یک تراژدی اقتصادی بوده، نباید تبدیل بشه به یک تراژدی انسانی و یک تراژدی طبیعی. این خطر بسیار وجود داره. همین که در آخرین لحظه مجبور شدن بعد از اینکه یکی از پمپ‌ها باعث شده رابط‌ها شکسته بشه به خاطر کهنگی و به خاطر لرزش‌ها و مجبور شدن سوخت رو بیرون بیارن به خاطر که ذرات فلزات اونجا پخش شده بود، این نشون میده تا چه حدی اینها مسائل ایمنی رو رعایت نکردن و اینها رو از قبل پیشبینی نکرده بودن. من واقعا نگران هستم و دوست دارم این پیام به مردم ایران برسه. این شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، این یک متاسفانه فریبی است. اگر تمام کشورها، اگر در دنیا یک کشور باشه که نیاز به نیروگاه هسته‌ای و انرژی هسته‌ای برای تعمیم نیازهاش نداشته باشه، نیازهای انرژتیکش نداشته باشه، اون هم ایران هستش. بحث در این باره مفصله. بله. این نیروگاه بنا بود با 1 میلیارد هزینه به اتمام برسه، الان بیش از 5 میلیارد طبق اون چی که خود حکومت ایران اعلام کرده برای ایران 5 میلیارد دلار خرج برداشته. آقای شیرزاد نماینده مجلس گفتن در 6 مجلس، از مجلس اول تا مجلس ششم که ایشون حضور داشتن، حتی یک کاغذ گزارش درباره کارکرد این نیروگاه، مخارج این نیروگاه به دستشون، به دست نماینده های مجلس داده نشده. اصولا این نیروگاه و غنی کردن اورانیوم مسائلی نیستن که تحت نظارت بتونن در ایران قرار بگیرن، اینها تحت امر رهبری است و در دست سپاه پاسداران هستش که اداره میشه و همه اینها نگرانی آور هستش. میبینیم که متخصصان ایرانی به علت نبود آزادی و امنیت و آزادی اطلاعات و آزادی علم و آزادی کار کردن نمیتونن اونطور که باید و شاید وظیفه خودشون رو انجام بدن و این ممکنه برای میهن ما بسیار بسیار گرون تمام بشه و نگران کننده است. آقای صمیمی، اشاره شد به مسئله زلزله، شما تو این مقاله که نوشتید به تفصیل پرداختید به اینکه بوشهر در
چه نقطه قرار داره. سه گسل در واقع مشخص در اون منطقه است که وضعیت بوشهر رو خیلی خطرناک میکنه، گذشته از این که خود ایران منطقه زلزله خیزی هست. چقدر این فاکتور در واقع در نظر گرفته شده؟ آقای احمدی نژاد ادعا میکنه که بوشهر ضد زلزله است، چقدر این مسئله جدیه؟ نه ببینید، همونطور که شما فرمودید سه تا گسل در نزدیکی بوشهر قرار داره، یکی از کازرون شروع میشه، یکی در برازجان قرار داره که در استان بوشهر هست و یکی هم از فیروزآباد. بنابراین این و تا حدود 100 کیلومتری 105 کیلومتری بوشهر زلزله های با قدرت نزدیک 7 اتفاق افتاده. در خود بوشهر این زلزله اتفاق نیفتاده ولی زلزله های قوی در اون دور و بر اتفاق افتاده. بنابراین دلیلی ما نداریم که فکر کنیم که اونجا هیچ موقع زلزله با شدت بالا اتفاق نخواهد افتاد. ولی خب در این حال باید این هم در نظر بگیریم که وقتی دولت محمد رضا پهلوی شاه ایران در دهه 70 تصمیم گرفت که راکتور بوشهر رو بسازه، یکی از دلایلی که بوشهر انتخاب شد علاوه بر نزدیکیش به دریا این بود که فکر کردن که خود بوشهر زلزله خیز نیست. در این حال ظاهراً روسیه که راکتور بوشهر رو ساخته روی یک بنای پلیمری ساخته که این مواد پلیمری که قطر بسیار زیادی هم دارن قادرن شوکی که از یک زلزله تا حدود 8 ریشتر هست رو جذب کنن و دیواره های ایمنی ضخیم هم دوره بر مغزه راکتور یا کل راکتور ساختن که بتونن رادیشن رو جذب کنن و ایمن باشه. ولی به نظر بنده صرف نظر از مسئله اردکوئک، نکته‌ای که آقای دکتر مصطفی بهش اشاره کردن و بنده هم در همون مقاله که شما بهش اشاره کردید مفصل راجع بهش صحبت کردن، مدیریت این راکتور و سیاسی بودن همه چیز در ایران. یعنی که در ایران همه چیز سیاسیه. وقتی به همه چیز سیاسی نگاه سیاسی وجود داشته باشه و وقتی که متخصصین و کارشناسا مجبور باشن تبعیت از کسایی بکنن که هیچ گونه تخصصی در این مورد ندارن، فقط میخوان بهره برداری سیاسی چه برای خودشون چه برای بقای نظام سیاسی خودشون بکنن، اون وقت این مسئله به مسئله بسیار حساسی تبدیل میشه. وقتی که به عنوان مثال آقای دکتر ابراهیم یزدی رهبر نهضت ملی نهضت آزادی ایران رو به جرم اینکه در خونه یکی از دوستاش نماز جماعت جمعی برگزار کرده دستگیر میکنن، یعنی وقتی که حتی نماز جماعت که حکومت اینقدر راجبش تبلیغات داره حالت سیاسی پیدا میکنه، خب اون وقتی که واضحه که موضوعی مثل راکتور که آقای احمدی نژاد اون رو از نظر خودش تبدیل یک موضوع ملی کرده کاملا باهاش سیاسی برخورد میشه. اگر خاطرتون باشه دو سال پیش در قبل از انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد که راهن اصفهان شیراز آماده است و آماده افتتاح، در صورتی که این راهن اصلا تموم شده نبود و حتی عکسای وجود داره که نشون میده ریل راهن در جاهایی اصولا با زمین در تماس نیست، یعنی اگر قطار از روی این ریل رد میشد باعث تصادف میشد. خب وقتی چنین نگاهی در مملکت وجود داره، حالت تبلیغاتی داره و حالت سیاسی داره، اون وقت مدیریت راکتور و به اصطلاح تخصص انسانی که در اداره راکتور یکی از مهمترین مسائل هست زیر سوال قرار میگیره. کارشناسان میدونن که مهمترین مسائل در مورد اداره یک راکتور هسته، یکی مدیریت و جنبه انسانیشه، یکی زباله‌های هسته‌ای است که بعد از مدتی بعد از راکتور خارج بشه و هر دو اینا موزل‌های بسیار مهمی هستن. وقتی که در ایران به همه چیز با حالت سیاسی نگاه میشه و همه چیز حالت تبلیغاتی داره، اون وقت مسئله حساسی مثل اداره راکتور میتونه بسیار موضوع حساس و خطرناکی باشه و همونطور که آقای دکتر مصطفی هم فرمودن باعث فاجعه بسیار بزرگ باشه. البته در اینکه آیا ایران احتیاج به انرژی هسته‌ای داره یا نه، این جای بحث هست، میشه راجبش صحبت کرد. در خود همین آمریکا هم همین الان بحث در سطح خیلی وسیع باز شده، یه دلیلش همین فاجعه هسته‌ای در ژاپن هست، در این مورد میشه بحث کرد. بله. ولی در مورد اینکه جنبه انسانی و تخصصی در راکتور بوشهر آیا واقعا رعایت میشه و آیا همه چیز به عهده کارشناسان واگذار شده و نه به عهده سیاسی کاران، این موضوعی که زیر سوال هست و نمیشه بهش اطمینان کرد. دست کم تا زمانی که دولتی نظیر دولت آقای احمدی نژاد
در سر قدرت است و یا همه چیز توسط آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران تصمیم گرفته میشه، نمیشه به این موضوع اطمینان پیدا کرد و این موضوع میتونه باعث یک فاجعه انسانی در سطح خیلی وسیع چه برای ایران چه برای کل ناحیه خلیج فارس باشه. درسته، همونطور که اشاره کردید 443 راکتور الان در دنیا هست اگر اشتباه نکنم، قراره که طی 15 سال به دو برابر برسه. آیه مصطفوی، سوالی که در حوزه تخصص ویژه شما هم هست این که اثرات این تشعشعات، یعنی اثراتی که بر محیط زیست میگذارن، چقدر این مواد رادیواکتیو میتونن، بر گزارش هایی هست که اینا بین 10 تا 30 سال در واقع میتونن توی محیط بمونن. اگر چنین اتفاق بیفته احیانا در بوشهر، اگر نشت رادیواکتیوی صورت بگیره، این چه بلایایی رو در واقع ایجاد خواهد کرد از لحاظ زیست محیطی؟ خدمتتون عرض کنم گفتنش بسیار مشکله، برای که بستگی داره به نوع اتفاقی که بیفته. اگر واقعا انفجار هسته‌ای به وجود بیاد، خب این یک فاجعه است و یک حالتی مثل حالت چرنوبیل پیدا خواهد کرد و این مواد رادیواکتیویته تشکیل شدن از موادی مثل یود یا مثل سزیوم که اینها بعضی ها یود کوتاه هستش طول عمرش، بعد از مدتی از بین میره، ولی سزیوم حداقل احتیاج به 300 سال هستش که بشه اونجا رو پاک کرد. مثلا در ژاپن یکی از مشکلاتی که بعدن خواهند داشت پاک کردن اطراف اونجاست، باید یا کاملا خاک برداری بشه و اونجا کاملا از این مواد رادیواکتیو پاک بشه، یا اینکه اونجا رو برای مدت خیلی درازی حداقل شاید 100 سال نشه ازش کوچکترین استفاده ای کرد. و این یک مسئله نیستش که بشه راحت قابل پیش بینی باشه، بستگی به نوع اتفاقی داره که بیفته. به هر حال بسیار نگران کننده است این که آقای احمدی نژاد گفتن که مال ایران از مال ژاپن جلوتره، این اصلا قابل پذیرش نیستش. و همینطور که گفتم عامل خطای انسانی در این انفجارها بسیار مهمتره. در چرنوبیل عامل انسانی بود که باعث شد که اون اتفاق بیفته و اونها متاسفانه کاری رو که باید درست انجام میدادن درست انجام ندادن و چندین خطا انجام دادن. آقای مصطفی، عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. ظاهرا تا حالا بوشهر فقط یک بار بیشتر از توی آژانس مورد بازرسی قرار نگرفته، درسته؟ برای مسائل ایمنیش. ببینید آژانس نمیاد همه مسائل ایمنی رو در نظر بگیره. آژانس بله میاد اون مسائلی که مربوط به استفاده از اورانیوم، پسمانده های هسته ای، اینها رو در نظر میگیره که استفاده هایی برای سلاح های هسته ای از اون نیروگاه بوشهر نشه، ولی نمیاد که کاملا تمام یک به یک مسائل ایمنی هسته ای رو در نظر بگیره. در هر کشوری مثل امریکا، مثل ژاپن، مثل فرانسه یک آژانس ملی هستش که این آژانس های ملی کاملا مستقل هستن از دولت و اونها دقیقاً وظیفه‌شون اینه که کلیه مسائل ایمنی رو در نظر بگیرن، ببینن که آیا انجام داده میشه یا انجام داده نمیشه. مثلا در مورد شرکت تپکو الکتریسیته توکیو، آژانس ژاپنی، آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن، بارها با گزارش‌های غلط و تقلبی از طرف این شرکت برخورد کرده. بله. در ایران اصولا اصلا این آژانس وجود نداره، وجود خارجی نداره که یک آژانسی مستقل از دولت باشه بتونه بره بررسی کنه بدون اینکه از قبل اعلام بکنه، وارد اون محل بشه، همه چیز رو بررسی کنه، ببینه از نظر ایمنی هسته آیا بله، کلیه مسائل رعایت میشه یا رعایت نمیشه. متاسفانه ما کوچکترین آژانسی در این باره که این کار رو بکنه در ایران نداریم و این یکی دیگر از مسائل ناراحت کننده هست که وجود داره. مثلا در فرانسه همچین آژانسی وجود داره، 80% برق فرانسه رو از طریق هسته‌ای تولید میکنن و این آژانس میتونه بره و نگاه بکنه ببینه که آیا مسائل اینه در نظر گرفته. تشکر از آقای مهران مصطفوی و آقای محمد سعیمی برای شرکت در این برنامه افق، تا فردا و افق دیگر. ساعت 9:15 به وقت تهران از دوشنبه تا پنجشنبه به افق نگاه کنید. افق بر روی وبسایت صدای آمریکا و فیسبوک قابل مشاهده است. برای شرکت در گفتگو در فضای مجازی پس از برنامه
به فیسبوک افق بپیوندید. اگر می‌خواهید پاسخ شما به پرسش برنامه روی تخت سیاه افق منعکس شود، به فیسبوک افق بروید یا ایمیل بزنید. در وبلاگ افق خواندنی‌های بسیاری خواهید یافت. آرشیو افق در یوتیوب در دو نشانی قابل مشاهده است. به افق نگاه کنید.